سلام و وقت شما بخیر. به خبرهای ساعت 6 هزار ورد با ملالا رحمانی خوش آمدید. سرخط خبرها: دچار شدن جمیل قادری به مرض روانی پس از لغو پناهندگیش. بازداشت شدن دو دختر در غزنی به دلیل فیلمبرداری از محفل عروسی. برگزاری ششمین نشست فرمت مشورتی مسکو برای به رسمیت شناسی امارت اسلامی. مقام ایرانی میگوید که استخدام مهاجران افغانی فقط در مشاغل سخت مجاز است. خواست آمریکا برای به کنترل داشتن حل و فصل بحران افغانستان به نقل از مسکو. بازداشت شدن 60 افغان هوادار عمران خان در اسلام آباد. وزیر خارجه ایران وارد لبنان شد. و هدف قرار گرفتن نشست رهبران ارشد حزب الله لبنان توسط اسرائیل به نقل از نیویورک تایمز. مشروع خبرها: جمیل قادری، یوتیوبر افغان، طرفدار طالبان، وضعیت پناهندگی خود را در بلژیک از دست داده و با خطر اخراج مواجه است. او به دلیل ترویج تبلیغات طالبان و دفاع از آنها در کانال یوتیوب خود تحت انتقاد شدید قرار گرفته است. جمیل قادری اکنون پس از لغو پناهندگیش به مرض روانی گرفتار شده است. منابع محلی در غزنی میگویند که طالبان دو دختر را به دلیل فیلمبرداری از یک محفل عروسی در این ولایت بازداشت کردند. منابع روز پنج شنبه 12 میزان به هزار ورد تایید کردند که ماموران امر به معروف طالبان این دو دختر را از ولسوالی خواجه عمری بازداشت و پس از چندین ساعت آزاد کردند. به گفته منابع، طالبان دوربین‌های عکاسی و فیلمبرداری آنان را با خود بردند. علاوه بر این، طالبان تمامی استودیوهای عکاسی و فیلم برداری را در این ولایت از ثبت فیلم از محافل عروسی منع کردند. بر اساس قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان، ثبت تصاویر زنده جان جرم تلقی شده است. ششمین نشست فرمت مسکو درباره افغانستان صبح جمعه 13 میزان آغاز شد. نمایندگان روسیه، هند، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، چین، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و طالبان در این نشست حضور دارند. بخش اصلی این نشست پشت درهای بسته برگزار می شود. ماریا زاخوروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، روز چهارشنبه اعلام کرد اولویت این نشست بحث درباره روند صلح افغانستان و گسترش تعامل عملی میان حکومت‌های منطقه و کابل در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، مبارزه با تروریسم و مواد مخدر خواهد بود. رئیس اداره کار اسلام شهر از ممنوعیت به کارگیری مهاجران غیر مجاز افغان در این شهرستان تهران خبر داد. بهنام امامی گفت که استخدام مهاجران قانونی تنها در مشاغل سخت مجاز است و آنها نمی توانند در مراکز تولید و فروش مواد غذایی و پروتئینی کار کنند. رئیس اداره کار اسلام شهر روز پنجشنبه 12 میزان در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت که با متخلفان برخورد می شود. وزیر خارجه روسیه روز جمعه در نشست فرمت مسکو گفت ایالات متحده و متحدانش در تلاشند کنترل روند حل و فصل بحران افغانستان را به دست گیرند. سرگی لاوروف از متحدانش خواست هوشیار باشند که آمریکا می‌خواهد به این منظور از سازمان ملل استفاده کند و افزود در این راستا می‌خواهم در برابر تلاش‌های ایالات متحده و متحدانش برای دخیل کردن خودشان در فرایندهای حل و فصل به منظور کنترل آن از جمله استفاده از اختیارات سازمان ملل برای این اهداف ناپسند هوشیار باشیم. پلیس اسلام آباد 412 نفر از طرفداران تحریک انصاف پاکستان از جمله 60 افغان را در آستانه تظاهرات این حزب روز جمعه 13 میزان بازداشت کرده است. پلیس گفت که برای جلوگیری از رسیدن معترضان به منطقه دیچاو هزاران مامور در محل مستقر شدند. روزنامه اکسپرس تریبیون گزارش داده که این افراد در مناطق براکاهو، ترنول و سنگجانی بازداشت شدند و نزد آنها باتم‌های میخدار، تیر
زیر کمان و سنگ پیدا شده است. طبق این گزارش پس از دستگیری ها تدابیر امنیتی در اسلام آباد تشدید شده و نیروهای امنیتی برای تامین امنیت منطقه سرخ پایتخت مستقر شدند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از سفر هیئتی به ریاست سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه این کشور به بیروت پایتخت لبنان خبر داده است. بقایی روز جمعه 4 اکتبر با نشر پیامی در برگه اکس گفته است که در این سفر دو نماینده مجلس و رئیس جمعیت هلال احمر ایران نیز حضور دارند و آنان با مقام‌های عالی رتبه لبنان دیدار خواهند کرد. وی تصریح کرده است که محموله شامل 10 تن مواد غذایی و دوایی به عنوان بخشی از کمک‌های بشردوستانه ایران تقدیم لبنان نیز خواهد شد. و خبر اخیر این که روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده است که اسرائیل بامداد امروز جمعه 13 میزان نشست رهبران ارشد حزب الله لبنان را در منطقه زاهیه در جنوب بیروت هدف قرار داده است. این روزنامه به نقل از مقام اسرائیلی نوشته است که هاشم صفی الدین جانشین احتمالی حسن نصرالله دبیر کل پیشین حزب الله نیز در این نشست حضور داشته است. ارتش اسرائیل و حزب الله لبنان تاکنون رسما در این مورد چیزی نگفتند. ممنون از همراهیتان. تا بعد، خدا نگهدار.